در اینجا میخوام به سوالاتی که از من در رابطه با اشخاص یا رسانه ها یا برنامه سازان یا فعالین غیبی میتونم بگم امام زمان حکومت اسلامی در دنیای مجازی توضیحاتی براتون بدم که در تاریخ بمونه. برای روشن شدن این جریان شما کافیه که این فرمول رو داشته باشید. من احتیاجی ندارم، چون سوالات متفاوتی از من پرسیده میشه، نظر راجع به فلان آقا چیه، فلان خانوم چیه، فلان سازمان چیه، فلان تلویزیون چیه. من یک فرمولی رو برای شناخت افراد، سازمان‌ها و یا کسانی که مدعی هستند ولی خودشون رو جاسازی کردن در اپوزیسیون، از طرف وزارت اطلاعات جاسازی شدن در طول سالها، برای شما بیان بکنم تا شما با این فرمول آشنا بشید. بعد از آشنایی با این فرمول دیگه هر مسئله‌ای رو جلوتون بگذارم و یا هر کسی که صحبت بکنه، شما قاعدتاً به راحتی خواهید فهمید که چه کسی با مردم بوده و هست، چه کسی دلسوز این مردم هست، چه کسی تشنه به خون حکومت اسلامی هست و چه کسی جاسازی شده در چهره‌های مختلف. ما در طول تمام این سال‌ها دیدیم یکی از ابزاری که افراد میوادن برای گرفتن اعتبار از جامعه ایرانی، اگه اسلامی شو بگم مشروعیت، میوادن در رابطه با اسلام صحبت میکردن. در کنار اینها خب افراد بزرگی هم بودن که من دیگه احتیاج به نام بردن ازشون ندارم و شما خودتون میشناسید که اینها روشنگری هایی در زمینه یه مسائل فقهی و یا اسلامی انجام دادن که اصلا اسلام چگونه وارد کشور ما شد، چه اتفاقاتی افتاد، چه کسانی برابر خلفای اسلامی ایستادگی کردند و چگونه جان باختن و ما چه شکست‌هایی خوردیم، چگونه به پیروزی‌هایی دست پیدا کردیم. اینها رو در طول تاریخ بحث‌های تاریخی بوده و بزرگانی روشنگری‌های آنچنانی انجام دادن که دست میتونم بگم صده‌های پیش به این بر. اما میپردازم به این تاریخ 38 ساله چون این مسئله باید روشن بشه. از آغاز حکومت اسلامی اینها به دلیل اینکه با برنامه اومده بودن و مردم ایران هیچ برنامه‌ای نداشتن، اصلا نمی‌دونن، مثلا فقط میگفتن شاه بره، هر کسی که میخواد بیاد بیاد، هر چیزی که دوست داشتن در دهان مردم گذاشتن، اما بدون اینکه مردم اصلا متوجه بشن اینا چی میگن. از همون روزهای اول اینها، اینو در درس‌های گذشته توضیح دادم که اینها سفرهای فرستادن به برای به وجود آوردن سپاهیان اسلام در لبنان و فلسطین و همون هفته بعد از این توطئه جهانی رو نمایندگان خودشون فرستادن برای پایگذاری همین داستانی که شما به شکل حزب الله لبنان، سپاه قدس و یا به وجود آوردن حتی حماس که طرفدار یعنی سنی هستند ولی حمایت‌های مالی شیعه رو هم در بر خواهند داشت، پایگذاری بکنن. از طرف دیگه اینها خانواده‌های درجه یکی که خودشون رو با نام مهاجر به کشورهای دیگه فرستادن که اولین پایگاهشون ترکیه بود و بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و و امثال این کشورها در اروپا، آلمان، هلند، انگلستان و غیره. هنوز کشور استرالیا به اون شکل معروف نشده بود، هنوز کشور کانادا به اون شکل معروف نشده بود. اولین جایگاهی که اینا تسخیر کردن و نمایندگان خودشون رو فرستادن برای حفظ حکومت اسلامی در کشورهای نزدیک اروپایی بود که پروازها اکثرا از ترکیه و دبی یعنی در ابوظبی و شارجه انجام شد. بگذاریم، اینها از روزهای اول آمدند و با ویزاهایی که خیلی راحت‌تر می‌شد گرفته بشه به این کشورها مسافرت کردند و همچنین آمریکا، پایه‌گذاری کردند یک نهادی و یا نهادهایی رو که بیاد خودش رو در کنار اپوزیسیون قرار بده، شعار اپوزیسیون رو بده اما اطلاعات رو به درون کشور برسونه از یک سو، از طرف دیگه خودش رو به جای اپوزیسیون مخالف هر جریان درستی که میتونه براندازی به وجود بیاره رو نشون بده که شما میتونید نمونه های مختلفش رو در طول این 38 سال مشاهده بکنید. یعنی شما میبینید که شخص مثلا فرض میگیرید اومده اینجوری اعتبار به دست آورده که میگه آقا اسلام ال، اسلام بل، اینها اینطوری هستن، اونطوری هستن، حتی شعار جاوید شاه هم میده. حتی از این طرف میبینید شما امکان داره که عکس مصدق هم بذارن، قرب مصدقه مصدق هم برن
تو سرش خودشون بزنن، چه برای جمهوری چه برای پادشاهی، شعارهای تند این چنین هم بدن، اسلام ستیزی هم بکنن، یا به قول خودشون روشنگری اسلامی هم بکنن، بیارن خودشون رو وسط جامعه که جامعه بگه آقا اینم اپوزیسیونه ولی شما رو قبول نداره، آقا اینم اپوزیسیونه ببین چقدر راجع به حکومت اسلامی و اسلام بد میگه، ببین چه قشنگ شعار جاوید شاه میده، ببین چقدر خودش رو قشنگ برای مصدق داره به قول معروف پاره پاره میکنه. پس اینها مبارز هستن و اینها هم یک رأی دارن. ولی میبینیم در زمانی که یک سری جریانهای مشخص علیه حکومت اسلامی آغاز به کار میکنه، اولین افراد همینا هستن به همراه کسانی که میگم از 38 سال پیش در این کشورها با سرمایه های بسیار فراوان بچه هاشون رو به دانشگاه فرستادن، خودشون صاحب بیزینس های مختلف هستن. شما به دو گروه اینا رو میبینید، یا گروهی که در رسانه ها هنوز حضور دارن، یا گروهی در یاد گرفتن که میتوان در دنیای مجازی. از سالهای پیش اول با ایمیل شروع کردن، با ایمیل شروع کردن، میومدن تو پلتاک های مختلف صحبت میکردن. میگم در هر دو بودش وجود داره، در بود پادشاهیش وجود داره، در بود جمهوریش هم وجود داره، و حتی در بود کمونیسمش هم وجود داره. یعنی اینها جای رو، نقطه فضای کوچیکی رو هم باقی نذاشتن. تمام نیروهای اطلاعاتیشون با پولهایی که از طرف جیب شما مردم، از بودجه‌ای که میباید در اختیار شما قرار بگیره، زده میشه و حفاظت اطلاعات و نیروهای اطلاعاتی این پولها رو اینچنین خرج میکنن. حالا اینا به چه صورته؟ باز دارم تکرار میکنم، این دارم توضیح میدم برای اینکه شما دیگه سوال از من نپرسید راجع به این شخص یا اون شخص. این فرمول رو بهتون میدم تا خودتون پیدا بکنید. مهم اینجاست، چون من نمیتونم هر روز بیام راجع به این شخص یا اون شخص برای شما توضیح بدم، یا این رسانه یا اون رسانه. ببینید، کسانی که اعتقاد دارن کشور ما اشغال شده، کسانی که متوجه شدند، اگه نبودن امروز دیگه شدند، که این حکومت با قربونت برم و فدات بشم و خواهش میکنم تشریف ببرید و این کارا درست نیست و حقوق بشر رو به مردم برگردونید و آزادی رو به مردم برگردونید و مردم مگه اسیر شما هستن و اینا نمیرن به این شکل. باید با زبان دیگری با حکومت اسلامی صحبت کرد و قدرت اجتماعی مردم رو نشون داد، اونم دقیقا کف خیابون. کسانی که به این نتایج دست پیدا کردن که اینها ولکن نیستن، چون نشستن بر قارت کشور و سرمایه های بی اندازه‌ای که از زیر خاک داره میجوشه میاد بیرون، و اینها مأمور هستن تا این پول ها رو در اختیار کشورها و بانک‌های جهانی قرار بدن با به وجود آوردن سرمایه گذاری یا جنگ هایی که در طول تمام این سال ها دیدید، که نمونهش همون جنگ ایران عراق بود و بعد نمونهش همین جنگ سوریه است، که تمام این پول ها و انرژی جامعه گرفته بشه. بحث طولانیه، نمیخوام طولانیش بکنم، ولی برای شناخت این افراد شما کافیه این گونه براتون توضیح بدم. از این افراد بپرسید شما که مخالفت به وجود میارید در رابطه با هر جریان سیاسی درستی که از درون جامعه داره سوق پیدا میکنه میاد بیرون، برنامه‌تون چیه؟ اصولا اینو خدمتتون عرض بکنم، در یک سنگر، همونطور که براتون توضیح دادم، اگر بدونید که ما در یک جنگ نابرابر هستیم، در هیچ جنگی هیچ همسنگری زمانی که شما دارید به سمت دشمن حمله میکنید برابر شما نمیسته، بلکه میبینه اگه خوب دارید شلیک میکنید، اگه دارید دشمن رو از پا در میاری، اگه انقدر دارید شلیک میکنید که حتی لوله اسلحه‌ت داره ذوب میشه و سرخ میشه و فریاد ایران ایران میزنی، غیر ممکنه در یک جنگ، در یک سنگر شما ببینید یک همسنگر به جای اینکه رو به دشمن شلیک بکنه لوله رو برداره و به شما بزنه. یعنی این در هیچ تاکتیک چه حساب شده چه غیر حساب شده وجود نداره. هیچ همسنگری به سمت سربازی که داره به سمت دشمن شلیک میکنه شلیک نمیکنه. این در هیچ جنگی وجود نداره، مگر اینکه ستون پنجم باشه که اینا بخوان از پشت بزنن. اینو براتون توضیح دادم، یعنی بدونید که ما در جنگیم، بدونید که کشور ما اشغال شده، و بدونید که افرادی که به همسنگری های خودشون میان، یعنی وارد سنگر میشن و بعد به جای اینکه به سمت دشمن بتازن به همسنگری ها میتوپن، به همسنگری ها شلیک میکنن و اصولا سعی میکنن که این جبهه رو نابود بکنن. من فقط سیاست کاری خودم رو خدمتتون عرض میکنم. در طول تمام این سال هایی که گذشت، خب روزگار متفاوتی رو ما گذروندیم در این اپوزیسیون،
و تمام اینها رو به عنوان تجربه دارم به خصوص نسل جوان، نسلی که دارای این تجربه نیست، انتقال میدم که در رابطه با شخص و یا حتی خورده پاها حساب نکنن. من این فرمول رو داشته باشید که در یک سنگر هیچ همسنگری به سمت سربازانی که در کنار خودش قرار گرفتن شلیک نمی‌کنه. حال کاری نداریم که شما با اون همسنگریت موافق هستی در اعتقاداتت یا موافق نیستی، ولی عملی که انجام میشه یعنی شلیک به سمت یک همسنگر، این نشان دهنده بارز یک سری افراد در ستون پنجم و یا دشمن هستن که آگاهانه وارد این سنگر شدن. چون همونطور که خدمتتون عرض کردم، حکومت اسلامی مثلا، شما اگه میخوای با حکومت اسلامی بجنگی خیلی مشخصه، یه دشمن داری مثل خامنه ای، مثل پایگزاران حکومت اسلامی، مثل قانون اساسیش و افرادی که حامیان حکومت اسلامی بودن و اصلا ارزشی برای مردم قائل نیستن و فقط میگن حفظ نظام. خب شما وضعیتتون با اونا مشخصه. در بخش دیگری در اپوزیسیون وضعیتتون با چه کسانی مشخص نیست؟ کسانی که وارد شدن با نام اپوزیسیون اما شما رو سعی میکنن بزنن زمین، در صورتی که اگه تمام نیروها یک جا جمع بشه و به سمت دشمن حرکت بکنه، هر کسی با هر عقیده‌ای، هر کسی با هر برنامه ریزی، مطمئن بدونید که حکومت اسلامی در کمترین زمان شکست میخوره. مثلا چی؟ براتون توضیح میدم. من شمیرانی هیچ موقع نمیام فرض بگیرید همسنگر دیگری رو به خاطر اینکه تفکرش یا جمهوریه یا پادشاهیه یا ایکس یا دیگه بکوبم. همیشه آرزو میکنم، میگم هر کسی، هر فعال سیاسی، میگم فعال سیاسی، نمیگم برنامه ساز و مدیر تلویزیون، نه، هر همسنگری، هر فعال سیاسی، هر توانمندی، هر دلاوری از این جامعه با هر تفکر سیاسی و یا هر تفکر مذهبی که اعتقاد به سرنگونی حکومت اسلامی داره، اعتقاد به تمامیت ارضی ایران داره و اعتقاد به آزادی و رفاه جامعه ایرانی داره و همچنین سکولاریسم، خب سعی کوششو بکنه. یعنی این بدترین شکلیه که یک نفر خودشو مبارز بدونه ولی بخواد بیاد چه در دنیای مجازی چه در رسانه ها همسنگر دیگری رو بکوبه. مثل این میمونه که شما بیای یک موزی و نمک بزنی، بعد یکی ازت بپرسه آقا چرا موز نمک میزنی اندازه دور، میگی موز با نمک دوست ندارم. ببینید، شما اگر یک فعال سیاسی رو قبول ندارید، دلیلی نداره برابرش بیستید. اگر میدونید داره با حکومت میجنگه، ما نشون دادیم، از خود من بگیرید که این فرماندهی رو به دست گرفتم، تا فدایان ایران عاشق وطن هستن و شمشیرشون از رو بستن و شما در روزهای آینده خواهید دید که هر روز به تعداد این فدایان اضافه میشه. احتیاجی هم به ثابت کردن بسیار از مسائل نیست، کافیه شما فقط به سخنان و یا برخوردها در طول تاریخ نگاه بکنید، متوجه خواهید شد که من چی میگم. افرادی که پشت پرده ها ایستادند، پشت نقاب ها ایستادند و در بخصوص دنیای مجازی با اسم ایکس و یا ایگرگ معلوم نیست اصلا اینا از کجا هستند، چه مستقیما طرفداری بکنن از شاهزاده رضا پهلوی، چه مستقیما طرفداری بکنن از نظام پادشاهی، چه مستقیما طرفداری بکنن از جمهوری یا مصدق یا نمیدونم کمونیسم، فرق نمیکنه، دارای چه نوع تفکری هستند، عملی رو که انجام میدن اون مهمه. همیشه خدمتتون عرض کردم، نگاه نکنید کی چقدر قشنگ حرف میزنه، نگاه نکنید حتی کی چقدر فریاد جاوید شاه میزنه، ایکس و ایگرگ میزنه، یا میگه آزادی یا میگه ایران، نگاه بکنید ببینید کجا پیادتون میکنه، ازش بپرسید آخرش چی، شما رو مطمئن بدونید که رو هوا نگه میدارن. یا میگن آقا ما حامیان فرض بگید آقای ایکس یا خانم ایگرگ هستیم، خب اگر حامیان هستید آیا برنامه ای دارند؟ خب برنامه‌تون رو پیاده بکنید. اگر شما برنامه‌تون به نتیجه رسید چه بهتر. اگه شما آزادی خواه هستید، اگه شما دموکراتیک، اگه شما مردم ایران رو برای آزادی و رفاه می‌خواید، آرزو می‌کنیم همه ما که شما موفق شید. اما درست کردن شایعه، زدن زیراب افراد، دروغ گفتن یا اختشاش به وجود آوردن یا متلک گفتن یا چوب لای چرخ افراد گذاشتن در جنبش فدایان، این به شما چی رو میرسونه؟ یعنی این دقیقا همون فرمولیه که دارم خدمتتون عرض میکنم که شما باید دارا باشید برای شناخت هر شخص، هر رسانه، هر
برنامه ساز یا حتی کسی که خودشو به عنوان فعال سیاسی جا زده، ولی همه اکثریت غریب اتفاق پشت نقاب ها هستن. ولی با حرکت که شما به وجود میارید در ماهای آینده، مطمئن بدونید این حرکت های مخالف و این افراد مخالف چهرهشون یکی پس از دیگری رو میشه، دست ها رو میشه و جامعه ایرانی برای اولین بار در تاریخ 38 ساله مشخص میشه براش که چه کسانی در پشت نقاب ها ایستاده بودند، پول های آنچنانی میگرفتند با نام اپوزیسیون. چون من میگم وضعیتون با حکومت اسلامی مشخصه، ما دشمن حکومت اسلامی هستیم، حرفی درش نیست، ولی افرادی که جاسازی شدن در اپوزیسیون، اینها یکی پس از دیگری نقاب ها مجبور میشه برداشته بشه و بیان مخالفت خودشون رو با دلایل خاص خودشون که میارن ابراز بکنن که هیچ چیزی، هیچ دلیلی هم نخواهد داشت. شما حکومت اسلامی اونجاست، آخوند و بچه آخوند رو ول کردید، به اپوزیسیون برانداز دارید میچسبید، خب نشون میده که شما از چه قماشی هستید و مردم مطمئن بدونید که وضعیتشون با شما مشخص میکنن. من شمیرانی تا به امروز این کارو نکردم که ببینم یک فعال سیاسی در هر ارگانی، در هر حزبی، در هر جایگاهی که هست داره مبارزه میکنه با حکومت اسلامی، بخوام بیام برم به قول معروف زیرابشو بزنم، یا بد بگم راجبش، یا دروغ بگم، یا نادرست حرف بزنم. به هیچ عنوان همیشه آرزو کردم هر فعال سیاسی که اعتقاد به چارچوب تمامیت ارضی ایران، به هویت ملی میهنی داره، به حفظ منافع ملی داره، امیدوارم موفق بشه زودتر از ما، چون ما هدفمون موفقیت جامعه ایرانیه. هدفمون موفقیت یک حزب، یک گروه، یک دسته، یک قشر نیست. ما ایرانیم. اگر کسی فهمید ایران یعنی چی، اگر کسی متوجه شد نام ایران یعنی چی، یعنی پیوند یک قوم با تیره های مختلف در یک جغرافیا که زبان های مختلف دارن، فرهنگ مذهبی متفاوت دارن، لهجه ها و سخن متفاوت دارن، زبان متفاوت دارن، اما در یک جا با نام ایران و یک زبان مشترک پارسی در کنار هم جمع شدن. زیباتر از این در هیچ کجای جهان نیست. ما تنها کشوری هستیم در جهان که دارای چنین خصوصیاتی هستیم، هم خوب هست هم در جهتی بد هست. بدش به این صورت است که اگر شما متوجه نشی که دارای چه هستی، میتونن بیان به قول معروف با ترفندها جیبتون رو بزنن، که این کار رو انجام دادن. ولی باز برای اینکه کوتاه سخن بشه و یک جنبندی کرده باشیم، فرمولی رو در خدمتون ارائه دادم که این رو دقیقاً بدونید. اگر کسانی هستن که خودشون رو مبارز میدونند یا فعال سیاسی میدونند یا هر چی که نامشون میذارن، برنامه ساز، روزنامه نگار، مدیر تلویزیون، مبارز، هر چی، برام فرق نمیکنه نام خودشون رو چی میگذارن، در صورتی که بسیاری از اینا اصلا نام ندارن، هیچکس مشخص نمیکنه، یه روز روزنامه نگارن، یه روز فعالن، یه روز نمیدونم اشکال مختلف دارن، سواری میکنن بر موج و وضعیت خودشون رو مشخص نمیکنن، هر کسی با هر نامی در هر کجا فرق نمیکنه. من شمیرای خیلی مشخص کردم کی هستم، چی هستم، چی دارم میگم. این رو براتون توضیح بدم که این فرمول به این شکله که شما به هیچ عنوان در یک جبهه وقتی دارید میجنگید به همسنگری خودتون شلیک نمیکنید. اگر کسی این کار رو بکنه، نشون دهنده این هست که دارای چه نوع تفکری است و از کجا داره تغذیه میشه. در یک جبهه همه به سمت دشمن شلیک میکنن. شما میتونید با همسنگرید موافق نباشید، شما میتونید از دو خانواده متفاوت باشید، شما میتونید از لحاظ مذهبی به هیچ عنوان در یک خط قرار نگیرید. مگه ما در جبهه جنگ، من دو سالی که در جبهه جنگ بودم و میلیون ها ایرانی وطن پرست دیگه که در جنگ شرکت کردند و من جنگ ایران و عراق رو به خصوص تا فتح خرمشهر در یک حماسه دفاع میهنی براتون توضیح دادم، مگه همه مسلمان بودند؟ مسیحیانی، زرتشتیانی شرکت کردند، حتی کسانی در جنگ شرکت کردند که نه حکومت رو قبول داشتند، نه رهبریت آخوند و نه مدیریت آخوند رو، اما در جنگ شرکت کردند که به هیچ عنوان بر پایه حفظ منافع آخوند و بچه آخوند نبوده، از خاکشون دفاع کردند، اما در طول تاریخ با نامهای دیگه ازشون نام بردند. ولی اینو دارم به شما میگم و انتقال میدم که بدونید در یک سنگر هیچ کس به همسنگریش شلیک نمی کنه. عقاید متفاوت داریم، در هدف یکی هستیم، سرنگونی حکومت اسلامی، اما
راه‌های متفاوتی برای این سرنگونی وجود داشته و داره که هر کسی با توان خودش، با دانش خودش، با تجربه خودش سعی و کوشش و عمل میاره که حکومت اسلامی رو بزنه زمین. اگر کسانی مخالفند، راه‌ها رو باز گذاشتیم برای هر هموطنی که فکر میکنه میتونه حکومت اسلامی رو با سازمانش، با نهادش، با جنبشش، با افکارش، با رسانش، با طرز تفکرش نجات بده و میگم حکومت اسلامی شکست بده و مردم رو نجات بده. این گویایی میدان ما در جنبش فدایان ایران به هیچ عنوان رو به همسنگری های خودمون شلیک نخواهیم کرد. هدف ما سرنگونی حکومت اسلامیه. از همین رو هم با هم هم بسته شدیم. از شما بسیار سپاسگزارم که این وقت رو قرار دادید، چون بسیار بسیار مهم هست که شما بدونید سرر از ناصر تشخیص بدید، دشمن رو از دوست جدا بسازید و بشناسید. یک ایران سپاس از همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. بدونید که مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.